همکارم علیرضا محبی همراه میشیم از محل برگزاری همین تجمع و قراره که زنجیره انسانی هم تشکیل بشه اونجا در ویکتوریا پارک سیدنی. بله ریحانه، شمار زیادی از ایرانیان مقیم شهر سیدنی امروز شنبه 29 اکتبر برابر با 7 آبان که خب روز کوروش کبیر هم هستش، در اینجا در ویکتوریا پارک از ساعت 2 بعد از ظهر تجمع کردن. الان ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت شهر سیدنی هستش تا اعتراض خودشون رو نسبت به رفتار خشونت آمیز جمهوری اسلامی با معترضان در ایران نشان بدند و محکوم بکنند استفاده نامناسب و مرگبار از زور علیه معترضان رو در ایران و همبستگیشون رو با مردم ایران اعلام بکنند. زنجیره انسانی شکل گرفت به دنبال فراخوانی که از سوی انجمن خانواده قربانیان پرواز اوکراینی PS752 صادر شده بود. دور تا دور این پارک ایرانیان بیشمار این زنجیره انسانی رو شکل دادن، شعار میدادن علیه جمهوری اسلامی، علیه علی خامنه ای، او رو دیکتاتور خطاب میکردن و خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدن. اما اینجا در کنار من یک مهمان عزیز هستند، هنرمند برجسته، آهنگساز و قهرمان سابق دو و میدانی ایران، آقای فرامرز آصف. تشکر میکنم از ایشون که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن. آقای آصف بفرمایید که هدفتون از حضور در برنامه امروز در شهر سیدنی چه بوده؟ این کمترین کاری است که ما در حق اون ملتی که جونشونو یعنی جان به کف در خیابان‌ها هستن ما میتونیم بکنیم. خوشحالم تمام سناتورهای این شهر با پتیشن‌هایی که گرفتن خبر از موقعیت ایران دارن. خانم آقایون اطمینان بهتون میدم سیدنی استرالیا، ملبورن، تمام پارت‌های استرالیا جلوی شما ملت روسفید خواهند بود و حرف من در حقیقت این است که ما پشتیبان شما هستیم و زبان شما در خارج از مملکت. شما این که حرکت کردید، شما شیرزنا هستید که تکون خوردید و ثابت کردید که میتونید سرنوشت ساز باشید. من به قول شاملو میگه بمیرید ولی خاموش نمیرید. بله قربان، میمیریم، میخندیم و خاموش نمیمیریم و ضمناً اگر قرار مرگمون باشه برای اون وطن، برای اون قسمت آخر دنیا یه مهمونم با خودمون سوغاتی میبریم. خانم آقایون در تمامی این تظاهرات ما دست خالی نمیریم، ولی احتیاج بیشتری از طبقه‌ای که من میشناسمشون، ورزشکاران و هنرمندان، رو درواسه رو کنار بذاریم. کشتیگیران، مهر ملت با شما بوده، یک رسول خادم فقط صداش در آمد. بین 1,000,000 نفر یکیتون میتونین مدال بگیرین، اونم طلا، ولی مجبورتون میکنن به خاطر کشتی با یک اسرائیلی 400 گرم وزنتون اضافه بکنین و بالاخره آخر میگن این حلبی ها میاید و میرود. نویدهای افکاری امثال هم بین شماها اعدام کردن، پس شماها مجبوری که جلودار باشید. وزن برداران، دو میدانی ها، شیر مردان و زنان دو میدانی، تمام هنرمندان و هنر آموزان ایران، دیگه موقعش نیستش که وسط را برین. وقتی که یه جوان 16 ساله 14 ساله جونشو میذارید خیابون، احتیاجی به نظرات شما در اینستاگرام نیستیم. به قول مسعود امینی میگه در خورشید ایران، میگه بخوان بخوان ای هر کس هر جای این خورشید ایرانی، بلوچی، ترک، گیلانی، جای کردی که میدانی، بخوان ای هم صدای بغض من، حرف تو حجت باد، مبارک باد، مبارک باد، دلاور خوب بیخانی، زنده باد ایران، زنده باد آزادی. خیلی متشکر هستم آقای آصف از شما، سپاسگزارم. این رو من ریحانه بگم که برنامه‌های مشابهی در شهر ملبورن و در شهر بریزبن استرالیا با حضور ایرانیان مقیم این شهرها هم در حال برگزاری هستش تا اونها همبستگی خودشون رو با مردم ایران در جریان این خیزش سراسری اعلام بکنن و صدای مردم ایران رو به گوش دولت مردان استرالیا برسونن.